بینندگان عزیز، گرمترین سلام ها و درود های خودمون رو از برنامه تیک تاک تقدیم حضورتون میکنیم. من و سایر همکارانم آماده هستیم که برنامه امروز رو تقدیمتون بکنیم. و اما موضوع گزارش و بحث امروز، روز گذشته و همزمان با نمایش به اصطلاح ضد استکباری رژیم به مناسبت 13 آبان، شورای نگهبان ارتجاء لایحه CFT، یکی از لوایح چهارگانه FATF رو همراه با بیش از 20 نکته تصحیحی به مجلس ارتجاء پس فرستاد. به این ترتیب دور جدیدی از جنگ و جدال بر سر مسئله‌ای که برای رژیم جنبه حیاتی داره بین دو باند حاکم شروع شد. در همین شرایط امروز روحانی هم به صحنه اومد، شرایط جنگی اعلام کرد در ارتباط با رد لایحه CFT و شروع دور جدیدی از جنگ در درون رژیم. این رو گفت. توجهتون رو به گزارشی در این رابطه جلب میکنیم. تلویزیون رژیم روز گذشته از برگشت دادن لایحه CFD، یکی از لوایح چهارگانه FATF، به مجلس ارتجاع خبر داد. به کنوانسیون CFT را که به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم و یکی از لوایح چهارگانه FATF است، در جلسات متعدد بررسی کرد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. در بیش از 22 مورد ایراد تنظیم شده است و برای مجلس عرض کردم که ارسال شد. این ایرادات شامل مواردی که مغایر شهر مقدس ما هستش و همچنین مغایرت با برخی از اصول قانون اساسی داره اعلام شده است. در برخی از موارد هم ابهامی وجود داشته است که از مجلس خواسته شده رفع ابهام بکنم تا اظهار نظر هم ممکن باشه. کت خدایی در مصاحبه با خبرگزاری نیروی تروریستی قدس هم گفت این لایحه واجد ایرادات و ابهاماتی است، اما این ابهامات و ایرادات به منزله رد این مصوبه نیست و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلیش اصرار کند، در نهایت این لایحه جهت تعیین تکلیف نهایی به مجلس تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود. کدخدایی افزود مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است. سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفته است که این ایرادات پیش از این در موعد مقرر به مجلس اعلام شده است. تأکید کدخدایی بر موعد مقرر به دلیل آن است که خبرگزاری ایرنا روز شنبه 12 آبان در این زمینه نوشته بود که بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان 10 روز فرصت داشته تا درباره این لایحه مصوبه مجلس اظهار نظر کند. اما نظر شورای نگهبان پس از 25 روز اعلام شده و طبق قانون اساسی مهلت شورای نگهبان برای رد لایحه CFT به پایان رسیده و در نتیجه این لایحه عملاً به قانون تبدیل شده است. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم FATF ماه پیش اعلام کرد که تعلیق اقدامات احتیاطی علیه رژیم ایران را تمدید می‌کند و به آن 4 ماه دیگر برای برآورده کردن انتظارات مهلت می‌دهد. فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ارتجاء پس از رد CFD توسط شورای نگهبان ارتجاء اعلام کرد این لایحه هفته آینده در این کمیسیون بررسی می‌شود. وی گفت شورای نگهبان ایرادات کلی به این لایحه گرفته است و معنای آن این است که شورای نگهبان به کلی لایحه CFD را رد کرده است. شورای نگهبان بندی را آورده که از نظر ما به معنای رد لایحه CFD است. چون در آن بند آمده با توجه به اینکه ایرادهایی وجود دارد که قابل اصلاح نیست، لذا این مورد به نظر می رسد از نظر شورای نگهبان خلاف منافع ملی است. نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس رژیم نیز گفت هنوز لایحه از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال نشده است و ما نیز از طریق رسانه ها از آن مطلع شده ایم. وی گفت حل بسیاری از مشکلات در گرو حل CFT است. یک رسانه باند روحانی به نام انتخاب نیز با انگوش گذاشتن روی اینکه 5 روز از موعد اعلام نظر شورای نگهبان رژیم گذشته نوشت
چرا شورای نگهبان خبر اعلام رد CFT را درست برای روز 13 آبان کنار گذاشته بود؟ فاجعه‌ای که ترامپ وعده آن را برای 13 آبان داده بود محقق نشد. چرا به دست خودمان اقتصاد را تخریب و به التهاب بازارها کمک می‌کنیم؟ آنچه سوال برانگیز است، علت تأخیر 5 روزه برای اعلام رد این لایحه و همزمانی آن با روز 13 آبان است. چه دلیلی دارد که با اقدامات خودمان، آن هم به قیمت عدم رعایت نص صریح قانون و عملیات روانی و تبلیغاتی آمریکا کمک کنیم؟ در برابر خشم و اعتراض مهره‌ها و رسانه‌های باند روحانی در قبال اقدام شورای نگهبان، باند خامنه‌ای و دلواپسان از این اقدام ابراز خوشحالی می‌کنند. کیهان خامنه‌ای طی مقاله‌ای در شماره امروز خود می‌نویسد: با پذیرش این کنوانسیون، ایران باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و غیره را قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند و این اقدام که خود تحریمی ترجمان دیگر آن است، باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند. چه خوابی برای ما دیدند که برای تصویب این لایحه ذلت‌بار سر و دست می‌شکنند؟ کیهان می‌افزاید: با وجود خسارت‌های فاجعه‌آمیز لایحه CFT برای کشورمان، اکنون باید دید لایحه مزبور چه دستاوردی دارد که برای تصویب آن این همه تلاش می‌کنند. خب، گزارش رو با هم دیدیم. گزارش شکایت میکرد از باقی موندن استخوان‌های زخمی به نام FATF، اون هم در شرایطی که امروز سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ رژیم علیه اون شروع شده. همین امروز حرفای روحانی رو داشتیم، همچنین حرفای رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم رو، که هر دوشون از شرایط خیلی ابراز نگرانی کرده بودن. روحانی با وحشت گفت که ما در شرایط جنگ هستیم. رحمانی فضلی هم استمرار خیزش‌های اعتراضی رو از مهمترین تهدیدات برای رژیم توصیف کرد. این موضوع گفتگوی امروز ما هست با خسرو شکرالله. تشکر می‌کنیم از حضورتون در برنامه تیک تاک. خواهش می‌کنم. منم خیلی تشکر می‌کنم از شما و سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزادی. روحانی در حرفای امروزش که با مدیران ارشد وزارت اقتصاد و دارایی بود، حرفای مختلفی زد. از یک طرف با جست خیلی اطمینان بخشی گفت با تحریم ها مقابله میکنیم و اونها رو به شکست میکشونیم. از طرف دیگه گفت ما در شرایط جنگی هستیم. به نظر شما این دو حرف با هم در تناقض نیست؟ بله، کاملا متناقضه و این تناقض نه فقط در حرفای خود روحانی، یعنی در حرفی که مثلا در شروع میزنه و حرفی که در پایان میزنه، نه فقط با هم دیگه متناقض هستند، بلکه تناقضی در اظهارات سران رژیم که این روزها به صحنه میان و حرف میزنن هم خیلی بارز و روشنه. مثلا خامنه ای 12 آبان میاد میگه که دغدغه من این اقتصاد نفتیه که داریم، اگرچه خودش همون هم داره تناقض با متناقض حرف میزنه و میگه که نه، ما گویا که رژیمش مشکلی نداره و این آمریکاست که رو به افول و افول است، اگرچه اون ولی میاد میگه من دغدغه‌ای دارم از اقتصاد نفتی. ولی الان امروز میاد روحانی میگه که ما اصلا مشکلی به لحاظ نفت نداریم و این ببینید یه همچین تناقضی. حالا حرفای خودش هم متناقضه. ببین، از یک طرف میاد و اعلام وضعیت جنگی میکنه، آماده باش جنگی میکنه، از یه طرف میاد میگه که نه، ما اصلا این تحریما رو دور میزنیم. یعنی آنچنان همونطور که خود شما گفتید، آنچنان به ظاهر یعنی مسلط که گویا که اصلا این همه کش و واکش رژیم، این همه بالا پایین و این همه دست به دامن اون چیزی که خود خامنه ای بهش میگفت نگاهمان به شرق باشه، دست به دامن چین و روسیه شدن و این بحرانی که FATF ریخت توشون و این برجام اروپایی و اینها، انگار که اینها همه فقط یک نمایشی که هیچ چیزی نبوده، رژیم میتونه کامل تحریما رو دور بزنه. خب اگه یک همچین راه حلی بود، پس این ماجرای از 18 اردیبهشت تا امروز که آمریکا از برجام خارج شد چی بود؟ و حتی خود همین
گزارشی که دیدیم همین جنجالی که سر سی اف تی و این پیوستن به اف ای تی اف هنوز در درون رژیم هست. هنوز ببینید همه اینها، این تناقض گویی ها، این بحران های، این استخوان لای زخم هایی که این بحران ها در درون رژیم ایجاد کرده، مثلا همین خب اف ای تی اف خیلی روشنه برای یک رژیم باید تعیین تکلیف، برای یک رژیم که در شرایط عادی روبرو هست خب باید تعیین تکلیف میکرد، یا خواهد پیوست یا نخواهد پیوست. وقتی که خود وزیر خارجش میاد میگه هم چین و هم روسیه به ما گفتن که بابا بپیوندید تا ما بتونیم کمکتون بکنیم، به همین یک روز مانده به تحریمات چیزی که شورای نگهبان میگفت که ما تصویب کردیم تمام شده، یک دفعه خودشون تو روزنامه‌شون نوشتن که چی شد تو همون شب تحریما دوباره اومد اینطوری کرده بودی، و یکیشون حتی به طنز مثال زده بود، گفته بود اصلا این کارهایی که ما علیه هم دیگه میکنیم در واقع اینطوریه، اون جوک معروف رو مثال زده بود که ما باید بگیم که بابا رونالدو رو ول کنید قزنفر رو بگیرید، یعنی همون خودمون داریم به خودمون گل میزنیم. پس ببینید این واقعا بنبست یک رژیم رو نشون میده، شرایطی که رژیم هیچ راه حلی برای همه این بحران ها که در مقابلش وجود داره، بحران هایی که حتی خودش میاد اشاره میکنه که با در وضعیت آماده باش جنگی باید باشیم وجود داره، هیچ راه حلی برای اینها نداره، و این چنین نمود پیدا میکنه در حرفا و مواضعی که دارن میگیرن که کاملا این حرفا و مواضع ضد و نقیض هم دیگه هستند. خب این شرایط جنگی که روحانی از اون حرف میزنه منظورش چیه؟ در ضمن تا اونجایی که میدونم روحانی کلمه آماده باش رو توی حرفاش به کار نبرده، شما چطوری از حرفاش چنین تعبیری میکنید؟ من دو تا سوال این که چرا من گفتم آماده باش، ببینید حرفی که میزنه خودش این کلمه رو نمیبره، من فکر کنم یکی از دلایلش اینه که خب نمیخواد شدت بحران، چون که خودش اومد گفت ما یه بیمار محتضر رو به مرگ هستیم که نباید بیان به ما بگن خیلی مرضی داریم میمیریم، ما باید امید درمانی بکنیم. خب دیگه امید درمانی خب تا یک حدی دیگه، از یک جایی باید به نیروهاش برای اینکه این دستگاه رو بچرخونه، نیروهاش، مزدورانش و این سیستم رو که این حاکمیت رو لازمه بقا و استمرار حاکمیت رو کماکان بکشونه، ولی بالاخره دیگه نمیتونه امید درمانی هم تا یه حدی باید بیاد بالاخره واقعیت ها رو بگه و اعتراف بکنه و بتونه اینا رو در صحنه نگه داره. ببینید رو به نیروهای خودش هست، چرا که کمانگر خود خامنه ای هم قبلا گفته بود جنگ نخواهد شد، یعنی بحث یک جنگ داخلی نیست، داره رو به نیروهای خودش میگه ما در وضعیت جنگی هستیم. به این حرفا اگر دقت بکنید و خودتون هم در شروع اشاره کردید، اگر این حرفا رو بذاریم در کنار حرفایی که وزیر اقتصاد و وزیر کشور رژیم همین امروز اومدن زدن، این فکر کنم معنای پاسخ به سوال شما رو در خواهیم یافت. اینطوری روحانی میگه ما در شرایط جنگی هستیم، حالا شما پرسید چرا میگید آماده باش، به این خاطر، ببینید این واقعا دارید میگه آماده باش دیگه، ما در شرایط جنگیم، در شرایط جنگ باور کنید، شرایط جنگ خیلی از شما که در این جلسه نشسته اید در زمان جنگ بودید، توی جبهه میموندید، توی جبهه میدونید چه خبر است، اونجا ساعت نبود، ساعتی در کار نبود، یعنی میگه یک شرایطی که اصلا توش نباید، باید آمادش باشیم، ساعتی در کار، شما خودتون تو جبهه بودید، دیدید داره با جبهه جنگ ایران و عراق اشاره میکنه، حتی ادامش میگفت که ما اون موقع در برابر صدام وایسادیم، الان در برابر ترامپ وایسادیم، که البته حالا خواهم گفت که خود وزیر کشورش میاد میگه که نه ما در برابر کسی دیگه وایسادیم و در برابر مردم ایران ایستادیم، ولی حالا ببین ادامه این حرفا چه خاصیته، شما گفتید چرا میاد اصلا همچین آماده باشی داره، میگه چه خاصیتی دارد ما هم روز همدیگر را اذیت کنیم، دشمن را اذیت کنیم، چرا همدیگر را اذیت میکنیم، شما دنبال چه هستیم؟ ببینید از پارسال به این جمله دقت کنید که میگه من پارسال اتفاقا اومدم همینجا، در ایامی من اومدم اینجا که روزهای پرآشوبی را پشت سر گذاشته بودیم، پارسال روزهای پرآشوبی را پشت سر گذاشته بودیم. پس این یه حرف خودش من. که میگه ما نباید همدیگر را اذیت کنیم. این هم که میاد میگه شرایط جنگی هستیم و اینها، شکافهای درون رژیم در مقابله برای این شرایط به وحشت انداخته رژیم رو داره میخواد، و بعد میگه ما پارسال روزهای پرآشوبی رو پشت سر گذاشتیم. حالا این رو داشته باشید،
پس این از حرفای خودش که داره به شرایط جنگ اشاره میکنه. حالا وزیر اقتصادش ببینید چی میگه. کمتر دوره ای پس از انقلاب، کمتر دوره ای از نظر حساسیت مشابه این دوره بوده است. خود روحانی که میگفت که ما نه تحریما رو دور میزنیم، پس چه حساسیتی اگر تحریما رو میتونید دور بزنید و به نفت هم مسلطی. و بعدا هم بارها و بارها گفته بودی که در روز 13 آبان 14 آبان که تحریما اجرا میشه هیچ اتفاق جدیدی نخواهد افتاد. و خود خامنه ای هم همین دو روز پیش میگفت که ما 40 سال تحریمیم، اصلا چیز جدیدی نشده. پس دیگه چرا میگی شرایط جنگیه؟ پس دیگه چرا میگی که باید حواسمون باشه به هم دیگه نزنیم؟ و این چرا میاد میگه وزیر اقتصاد، چرا میاد میگه هیچ دوره‌ای به حساسیت الان نبوده. و بعدش حالا فکر کنم این حرفای وزیر رحمانی فضلی، وزیر کشورم، اگر در کنار اینا قرار بدیم پازل کامل میشه. رحمانی فضلی این حرفاش رو خبرگزاری ایسنا گزارش کرده همین امروز. استمرار خیزش های اعتراضی از مهمترین تهدیدات برای رژیم است، برای نظام. میگه مهمترین تهدیدات همین استمرار خیزش هاست و مجاهدین به دنبال استفاده از این ناآرامی ها به سود خود هستند. وقتی تهدیدها رو طبقه بندی میکنیم، ببینید میگه تهدیدها رو طبقه بندی، مثلا فرض کنید تحریم های آمریکا این یک طبقه، اعتراضات مردمی یک طبقه، نمیدونم انزوای بین المللی یک طبقه. مثلا وقتی تهدیدها رو طبقه بندی میکنیم، این نوع تهدیدات و حرکاتی که در این چند ماه گذشته با آنها روبرو بودیم از جمله مهمترین تهدیدات است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت. و بعدش میگه بله مجاهدین میخواد به وحشتش از نقش مجاهدین در استمرار و گسترش این حرکت‌های اعتراضی اشاره بکنه. میگه اینا به دنبال استفاده از این ناآرامی‌ها به سود خودش هستن. پس ببینید تمام حرف من اینه که این شرایط جنگی که من می‌خواستم در پاسخ به سوال شما عرض کنم، خودشون میدونن که این شرایط جنگی دارن به چی اشاره میکنن و جنگ با کی و چرا و این تناقض‌گویی‌ها و این بنبستی که توشه در بنبست با چی هست. داره به صراحت میگه و تهدیده، تهدیدی هم که از جانب این حرکت‌های اعتراضیه و بعدش این جزء طبقه بندی اصلی ترینه. رئیس جمهورش هم که میاد میگه شرایط جنگیه. فکر کنم این پازل روشن باشه، مگه اینکه شما بخواید من بیشتر در این رابطه توضیح بدم. تا حدودی من یک سوال دیگه داشتم، تا حدودی شما جواب دادید، ولی مجدداً برای تاکید تکرار میکنم، همونطور که خودتون هم گفتین خامنه ای بارها گفته جنگ نمیشه. بله. خب حالا این شرایط جنگی که رئیس جمهورش میاد اعلام میکنه پس دیگه برای چیه؟ بله همین عرض کردم دیگه. ببینید واقعا به طور واقعی هم این هست، نه اینکه مثلا فرض بکنید در یک فقط یک هوچیگری یا یک حرافی اینها بخوان مثلا این کارا رو بکنن. به طور واقعی آخه این رژیم آخوندی تمام این صورت مسئله جدید، چیزی که خود روحانی هم بهش اعتراف کرده بود، این وضعیت جدید تمام از بعد از قیام دیماه با این وضعیت برای رژیم آخوندی ایجاد شده. خود روحانی اومد گفت اگر قیام دیماه نبود ترامپ از توافق اتمی خارج نمیشد. به نوعی فکر کنم مقامات آمریکایی هم اگر دقت کرده باشیم این حرف توشون هست. همون موقع شورای امنیت رو، اصلا جلسه شورای امنیت رو آمریکا فراخوند که در ایران این چنین خبریه. ببینید و فکر نکنم چیز پوشیده ای باشه که بخوام خیلی اینجا مثلا شاهد و مثال براش بیاریم. یک ملتی در قیام دیما به پا خواست، در خیابان اومد، گفتند مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، یعنی هیچ راه حل این رژیم از درونش نداره. یک ملتی به پا خواسته میخواد این رژیم رو از وطن خودش بندازه بیرون و فریاد میزدن که آخوند برو گم شو، آخوند رو حیا کنید، مملکت رو رها کنید. تمام سیاست های آخوندی رو در شعارهاشون یکی بعد از دیگری مورد طعن و نفرت خودشون قرار میدادن. پس بنابراین صحنه مشخصه که روحانی خودش تو مجلس رژیم گفت یه اتفاقی در دیما افتاد و بعدش این قضایا شروع شد. بعد از قیام دیما رژیم آخوندی به شدت ضعیف شده و هیچ راه حلی هم براش نداره، برای جبرانش نداره و هر راه حلی هم بخواد بهش دست بزنه. الان رژیم اومده و رو آورده به همین کارهایی که شرایط جنگی اعلام کنه،
یا خامنه ای با در بسیجیان رو جمع بکنه، همون چیزی که در ورزشگاه آزادی کرده بودن نزدیک یک ماه پیش، و میبینه که برای این کارها هیچ راه حلی برای رژیم جز همین انقباض و جز افزایش سرکوب وجود نداره. هیچ راه حلی، هر راه حلی بخواد بره، اگر عقب نشینی بکنه در مقابل خواسته‌های آمریکا، چون که آمریکا هم خودش گفته که ما نمیخوایم رژیم رو سرنگون کنیم، ما میگیم بیاید به این خواسته‌ها جواب بدید شما. خب این خواسته هر کدومش رژیم باید از تمام این سیاست‌هاش دست بشوره. تشکر میکنیم از حضورتون در این گفتگو. خواهش میکنم، من از شما تشکر. بینندگان عزیز، در اینجا برنامه تیک تاک امروز ما به پایان میرسه. به اتفاق میهمان برنامه و همینطور سایر همکارانم در این برنامه از شما خداحافظی میکنیم موقتا تا فردا و برنامه دیگر از تیک تاک. خدا نگهدار.